سلام و عرض ادب دارم خدمتتون امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه و مثل همیشه سرشار از انرژی مثبت باشین با این قسمت آموزشی دیگه از مبحث توابع در خدمتتون هستم توی این قسمت میخوام تابع توان یا پاور رو با همدیگه پیاده سازی بکنیم حتما با این تابع توی دنیای ریاضیات آشنایی دارین خب ببینیم مفهوم توان توی ریاضیات چی هست ببینید توی توان ما یه دونه پایه یا بیس داریم به این عدد پایینی مثلا به این دوی که اینجا هست میگیم بیسمون پایمون به این عددی که بالاش قرار میگیره میگیم اکسپوننت یا توان مثلا اینجا رو ببینید نوشتم n به توان m اینو اینجوری میخونیم حالا این n به توان m معنی چیه؟ یعنی این بیس این پایه این عدد n ام بار توی خودش ضرب بشه ببینید اینجا نوشتم ان ضرب در n ضرب در ان اینجا یه سه نقطه گذاشتم دوباره نوشتم ان و اینجا نوشتم ام بار یعنی این عدد n ام دفعه ام بار توی خودش ضرب شده خب حالا یه قانونی وجود داره که هر عددی به توان صفر بشه میشه یک فرقی نمیکنه ده به توان صفر میشه یک هزار به توان صفر میشه یک هر عدد به توان صفر میشه یک هر عدد به توان یک میشه خودش مثلا دو به توان یک میشه دو هزار به توان یک میشه هزار ده هزار به توان یک میشه ده هزار خب اینو چطور میخونیم میگیم دو به توان دو دو به توان دو یعنی عدد دو دو بار توی خودش ضرب بشه دو دو تا چهار تا دو به توان سه یعنی عدد دو سه بار توی خودش ضرب بشه یعنی دو ضرب در دو ضرب در دو که میشه 8 دو به توان 4 یعنی عدد دو چهار بار توی خودش ضرب بشه دو ضرب در دو ضرب در دو ضرب در دو 16 دو به توان پنج یعنی عدد دو پنج بار توی خودش ضرب بشه دو ضرب در دو ضرب در دو ضرب دو ضرب در دو میشه سی و این شد مفهوم توان توی ریاضیات خب حالا ما اینو میخوایم توی برنامه نویسی پیاده سازی بکنیم یعنی میخوایم یک تابع بنویسیم که دوتا ورودی بگیره یکی بیس یا پایه یکی اکسپوننت یا توان و محاسبات رو انجام بده نتیجه رو به ما ریتن کنه برگردونه پس میخوایم یک همچین تابعی رو با همدیگه پیاده سازی بکنیم بریم روی ویس کود و کار رو شروع بکنیم خب قبل از اینکه این, این تابع رو پیاده سازی بکنیم یه بار بیایم بدون استفاده از تابع عملیات توان رو پیاده سازی بکنیم بعد با تابع انجامش بدیم ببینیم وقتی با تابع این کار رو انجام میکنیم چه مزیت‌هایی رو واسه ما داره فرض کنید میخوام عدد دو رو به توان سه برسونم خب بچه ها ببینید من کدش رو نوشتم داریم یه دستور تکراری رو انجام میدیم سه بار میخوایم دو رو توی خودش ضرب بکنیم پس از حلقا استفاده می کنیم چون قرار یک کار تکراری رو انجام بدیم و قراره که نتیجه رو داخل این متغیر ریزالت ذخیره بکنم مقدار اولیه یک رو هم ریختم داخل این ظرف ریزالت میخوام دو رو به توان سه برسونم پس حلقم رو اینجوری نوشتم فورور آی یک تا آی کوچیک تا مساویه مساوی با سه آی پلاس پلاس کاملا مشخصه که این حلقه سه بار تکرار میشه چون شمارندش از یک شروع شده تا سه ادامه پیدا کرده هر بار چه دستوری تکرار بشه ریزالت ضرب مساوی 2 بشه ببینید توی تکرار اول ریزالت یکه یک ضرب مساوی دو میشه میشه دو توی تکرار بعدی ریزالت مقدارش دوه دو ضرب مساوی دو میشه دو دو تا چهار تا ریزالت میشه چهار توی تکرار سوم ریزالت مقدارش چهاره چهار ضرب در مساوی دو میشه میشه هشت و کار حلقه به اتمام میرسه و اینجا که نوشتیم کنسول result عدد 8 رو به ما نمایش میده ببینید اگه برنامه رو من اینجا اجرا بکنم عدد 8 رو به من نمایش میده دوستان من دیگه این حلقه رو آنالیز نمی کنم تریس نمی کنم. بارها این کار رو قبلا انجام دادیم فقط یه توضیح مختصر دادم تریس کردنش دیگه بمونه به عهده خودتون خب حالا همین کار رو میخوایم با استفاده از تابه انجام بدیم چرا از تابه استفاده میکنیم؟ چون اگه نخوایم از تابه استفاده کنیم مثلا الان بخوام دو رو به توان یه عدد دیگه برسونم یه بار دیگه باید این کدهای تکراری رو بنویسم مثلا میخوام دو رو به توان ده برسونم خب اینجا اولا حلقه رو تغییر میدم اینجا مینویسم ده فور آی یک تا آی کوچیکتر مساوی با 10 که ده بار حلقه تکرار بشه خب حالا ببینید نتیجه رو این خط من کامنت میکنم اینا رو کامنت میکنم دو به توان ده باید بشه 1024 ببینید شد 1024 حالا بخوام مثلا عدد سه رو به توان 4 برسونم یه بار دیگه باید این کد ها رو کپی بکنم اینجا می سه که حلقمون سه بار تکرار بشه و اینجا می نویسم چهار میخوام عدد چهار رو به توان سه برسونم یعنی چهار رو سه بار توی خودش ضرب بکنم خب اینا رو هم کامنت میکنم ببینیم نتیجهش میشه چی اگه چهار سه بار توی خودش ضرب بشه میشه 64 دارید میبینید که واسه یه هر بار عملیات توان رسانی من باید این کد های تکراری رو بنویسم حالا بریم همین کار رو با استفاده از تابع انجام بدیم من میام اینجا یه دونه فانکشن میسازم مثلا اسمش رو میذارم پاور اوکی معنی پاور هم میشه توان توان رسانی خب دو تا ورودی میگیره این تابعمون دو تا پارامتر داره یکی بیس یا همون پایه یکی اکسپوننت یا توان خب ببینید همین کد رو من از اینجا برمیدارم یعنی این خط اول رو کپی میکنم اینجا پیستش میکنم و ریزالت یک این حلقه ی فور رو هم من از اینجا برمیدارم و اینجا پیست میکنم از کامنت هم درشون میارم ببینید بچه ها فقط تنها کاری که می کنم، اینجا به جای این دو می بیس خب و اینجا به جای این سه می نویسم اکسپوننت خب و اینجا هم می ریترن کن ریزالت رو به همین سادگی تابع پاور رو ساختیم این کد های بالایی رو من دیگه پاک میکنم نیازی بهشون نداریم پس ببینید تابه چیز عجیب غریبی نیست همون کدا رو کپی کردم اینجا اسمشون رو گذاشتم پاور به همین سادگی حالا میام تابر رو صدا میزنم می کنسول می دات تابع پاور رو اینجا صدا میزنم پاور مثلا دو و صفر خب ببینید بچه ها. این دو خب این عدد دو میاد به جای بیس قرار میگیره صفر میاد به جای اکسپوننت قرار میگیره گفتم هر عدد به توان صفر میشه یک پس الان باید یک رو توی کنسول ببینیم خیلی سریع توضیح بدم آنالیزش کنم خب دو به جای بیس قرار میگیره صفر به جای اکسپوننت میرسیم به این حلقه تکرار فرور آی یک تا آی کوچکتر مساوی اکسپوننت خب الان به جای اکسپوننت عدد صفر قرار می گیره ببینید اینجا رو به جای اکسپوننت من, من می نویسم صفر خب فرور آی یک تا آی کوچیکتر مساوی با صفر همینجا این شرط نقض میشه داخل آی یک رو ریختیم اینجوری میشه به جای آی هم اگه یک بذارم آیا یک کوچیکتر مساوی با صفر خیر پس شرط حلقه غلط اصلا وارد حلقه نمیشیم دستور بعد از حلقه اجرا میشه ریتن ریزالت داخل ریزالت چه عددی ذخیره شده بود عدد یک پس یک ریتن میشه و اینجا به سادگی عدد یک رو میبینیم حالا اگه بنویسم مثلا دو به توان دو دوباره همین اتفاق میفته بیاید واسه یه دو و دو آنالیز بکنید باید عدد چهار رو به ما بده اگه به جای دو بنویسم سه دو به توان سه میشه عدد هشت ببینید عدد هشت رو نمایش میده دو به توان چهار میشه 16 عدد 16 را نمایش میده دو به توان پنج سی و دو. عدد سی و دو رو نمایش میده دو به توان نو 512 ببینید 512 و دوازده رو نمایش میده مثلا یه چیز دیگه بنویسیم مثلا ده به توان دو یعنی ده دو بار توی خودش ضرب بشه ده ده تا صد تا ببینید صد رو نمایش میده واسه دو تا عدد دیگه مثلا 8 به توان 5 8 5 بار توی خودش ضرب بشه مثلا میشه این عدد 32768 پس به راحتی تونستیم تابع پاور رو پیاده سازی بکنیم حتما حتما این تابع رو واسه خودتون آنالیز بکنید کدش رو بزنید تمرین بکنید که کاملا بهش مسلط بشین توی دو قسمت آینده دو تا مثال دیگه از توابع رو با همدیگه بررسی میکنیم تا قسمت بعد به خدا میسپارمتون مراقب خودتون باشین خدا نگهدار